خانم ها آقایان، عمیانانی گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. مرداد و شهریور، عمیانانی گرامی، دو ماه بسیار مهم و مملو از وقایع تاریخی در میهن ماست. در هفته های آینده سال روز کشتار زندانیان سیاسی در ایران هست، کشتاری که از نظر ابعاد و ددمنشی شاید در جهان بی سابقه است. یه آدم جنایتکار با یک فرمان چهار خطی یا سه خطی جان هزاران زندانی سیاسی رو که بعضی از اونها مراحل حبس خودشون رو طی کرده بودن و در آستانه آزادی حتی بودن، با این فرمان جان اونها رو هم گرفتن، فقط به جرم دگراندیشی. چون در حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تحمل عقاید دیگران غیر قابل باوره و از همون ابتدایی که روزخانها و ملاها و آخوندها حاکم شدن بر سرنوشت میهن ما، این موضوع رو جا انداختن که به هیچ وجه تحمل انتقاد و دیگر اندیشی رو در میهن ما نداره. متاسفانه همیهنان گرامی در خارج از کشور هم این فرهنگ حاکمه. ملت ما بعد از 33 سال حکومت روزخانها به این نتیجه رسیده که هر شخصیت حقیقی و حقوقی رو اجازه داره نقد بکنه، اجازه داره انتقاد بکنه. وقتی که ما دین رو نقد میکنیم، چون سابقه نداشت در میهن ما که کسی به خودش اجازه بده حتی در اطراف مسائل دینی صحبت بکنه. علی دشتی کتاب 23 سال خودش رو که مینویسه اجازه نداره در ایران به چاپ برسونه، در گذشته، در رژیم گذشته. اون رو میفرسته به آلمان پیش محمد عاصمی و عاصمی با تفکری که داشته در مورد دین، مسائل دینی، این کتاب رو میبرن در یک کشور دیگری چاپ میکنن و منتشر میشه. کسروی به جرم دیگر اندیشی در مورد مسائل دینی و مبارزه با خرافات در رژیم گذشته در دادگستری ایران مورد حمله اوباش فدایان اسلام قرار میگیره و در توی کاخ عدالت تکه پاره میشه. و جالب اینجاست که حسن امامی، کسی که او رو به اتفاق اوباش دیگر فدایان اسلام کشته بودن، آزاد میشن و خون کسروی لوس میشه. در خیلی از مراحل دیگه هیچ کس اجازه نقد نه تنها مسائل اساسی دینی رو، بلکه حواشی اون رو هم نداره. اما بعد از این که اون رژیم سقوط کرد و اراذل اوباش فعلا حاکم به اسم حکومت دینی حاکم شدن، چه در ایران که حزب الله و اوباش طرفدار اون هر نوع مخالفت رو، هر نوع دیگراندیشی رو در نطفه خفه می کردن، که البته
سابقه این از نوپلاشاتو شروع میشه که من بارها در برنامه‌ام گفتم. در داخل ایران هم میبینید که هر نوع تظاهراتی رو اینا سرکوب میکنن با خشونت و وحشیگری بسیار بی سابقه. اولین حرکت ها حرکت زنان میهن ماست که میان اعتراض میکنن در دولت بازرگان به این که فشار بر زنان داره روز به روز بیشتر و بیشتر میشه و عرازل و اوباش به اسم حزب الله و انصار حزب الله میان و به صف متحد زنان میهن ما حمله میکنن و میگن یا روسری یا توسری. و تأسف آور اینجاست که بسیاری از سازمان ها و احزاب سیاسی ما در این مورد سکوت میکنن و اعتقاد بر این داشتند که در اون شرایط نباید مسائل جزئی و حاشیه‌ای مسائل مهمتر رو که مبارزه با امپریالیزم و مبارزه با خطراتی که انقلاب رو تهدید میکنه جلب اون مسائل بشه. بعد شاهدیم رژیم ابتدا تظاهرات خیابانی رو از بین میبره، جبهه ملی تظاهرات تشکیل میده، آقای خمینی یه بیانیه صادر میکنه و میگه اینا مرتد هستن. تظاهرات جبهه ملی به خاطر تدوین قانون قصاص بوده و سرکوب میکنن تظاهرات ملیونو، نارنجک فرش میکنن، عده زیادی رو با قمه و چاقو و زنجیر میزنن و بعد میفتن به جان مجاهدین خلق. از ابتدای انقلاب تا اون زمان که مجاهدین صمیمانه از انقلاب و شخص خمینی دفاع میکردن، ناگهان تبدیل میشن به عوامل استکبار جهانی و با سبوعیت بسیار اونها رو سرکوب میکنن و همونطور که شاهدیم عده زیادی از اونها رو دستگیر میکنن و اینها رو مجبور میکنن به عملیات مسلحانه. بعد شروع میکنن مخالفت با شخص بنی صدر، کسی که در سمت ریاست جمهوری میاد و اعتقاد داره که در زندانها شکنجه میشه، بسیاری از دگراندیشان در زندانها کتک میکنن، شکنجه میشن و مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. آقای خمینی یک کمیسیون مأمور میکنه که از زندانها بازدید کنن و راجع به ادعای آقای رئیس جمهور تحقیقات بکنن. در رأس این هیئت محمد منتظری قرار میگیره، کسی که خودش عامل درجه یک سرکوبه. هادی غفاری، محمد منتظری، این عرازل اوباش تبدیل میشن به کمیسیون رسیدگی به شکایات زندانیان و اون دلغه که محمد منتظری میره زندانها یک گزارشی به خمینی مینویسه که نه تنها در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه وجود نداره بلکه رأفت اسلامی اونقدر زیاده که از زندان یه هتل درست کرد. این کلمه هتل اون مرده که محمد منتظری انداخت تو دهنا. و خمینی بر مبنای این گزارش دستور میده که در زندان‌ها شدیدتر و شدیدتر زندانیان مورد آزار و اذیت قرار بگیرن. حالا همه اینها همیهنان گرامی نتیجهش این شد که روزنامه‌ها رو بستن، اعدام‌های اولیه صورت گرفت بدون دادگاه. هویدا 13 سال نخست وزیر اون مملکت بود، در عرض 2 ساعت در یک دادگاه فرمایشی بدون حضور وکیل مدافع او رو محکوم به مرگ کردن، حتی به محوطه اعدام هم نبردن. آقای هادی غفاری اسلحه رو کشید از پشت زد و او رو کشت. و بسیاری از فرماندهان ارتش، وزرای رژیم گذشته بدون اینکه دادگاهی تشکیل بشه، هیئت منصفه ای باشه و شرایطی ایجاد بشه تا اینها بتونن از خودشون دفاع بکنن، شمشیر دولبه ای که بعدن همین دادگاه ها برای بسیاری از دیگر اندیشان
نقشه مرگ کشیدن که دیدیم بعدا. این سرکوب سیستماتیک احزاب و دیگر اندیشان و شخصیت‌های دیگر اندیش همینطور ادامه پیدا کرد و وقتی که دیدن که نمیتوانند در برابر سیل انتقادات که از این رژیم آخوندی و روزخان ها میشه مقاومت کنن، شروع کردن به ترور و کشتارهای دست جمعی. جنگو باخته بودن، با فضاحت هم باخته بودن. جبهه ها به قول خودشون خالی از کسانی شده بود که داوطلبانه میرفتن روی مین و جانشون رو فدا میکردن برای انقلاب، ولی وقتی دیدن که دیگه دفاع از میهنی مطرح نیست و یک جنگ فرسایشی، اون هم برای گرفتن کربلا و بعد رفتن به قدس، همینطوری ادامه خواهد داشت این خونریزی، جبهه ها خالی شد و آقای خمینی دید نه بودجه این کار رو دارن، نه وسائل خرید اسلحه رو دارن که جهانیان، غرب، اسرائیل، آمریکا، بسیاری از این کشورها همه با هم متحد شده بودن که دو تا کشور عقب افتاده چینه‌توس که در رأسشون دو رهبر چینه‌توس هست مثل صدام و خمینی رو، این دوتا رو بنزن به جون همدیگه تا همدیگه رو نابود کنن. و به خاطر همین مردم هوشیار ما جبهه رو خالی کردن، نرفتن دیگه در جنگ و این نتیجه این شد که جنگ با فضاحت به پایان رسید و رهبر کبیر انقلاب پیر فرزانه جام زهر رو سر کشید. یعنی 1,000,000 کشته و زخمی روی شعارهای پوچ همه از بین رفت. خب حالا جنگ رو باختن، از راه کربلا به قدس رسیدن، حتی سالها پشت مرز عراق اینا ماندگار شدن، نتونستن یه وجب برن تو. مردم ناراضی، کشتار شده، وضع اقتصادی مردم خراب، مملکت تحت اشغال، بسیاری از سرزمین‌های ما از صفحه جغرافیایی محو شده بود و خیلی جاها بود که هنوز در اختیار صدام بود. خب در یه همچین شرایطی که بهانه خوبی هم بود این که مجاهدین از غرب حمله کردن به ایران، پس زندانیان سیاسی رو باید کشت، در حالی که خود آقایون جام زهر رو سر کشیده بودن، حالا باید زمین سازی میکردن، با مردم با رأفت و مهربانی رفتار میکردن، میگفتن شما که گروه گروه رفتید در جنگ و از میهنتون دفاع کردین، ما اشتباهاتی کردیم، این اتفاقات افتاده و حالا باید سعی کنیم که از این پس ایران رو بسازیم. ولی در قاموس ملاها و آخوندا هرگز اعتراف به شکست وجود نداره، کما اینکه الان میبینید میگن جنگ رو ما بردیم. هم آقای خامنه ای میگه، رئیس روزخان ها، هم این نمایندگان طبیله قلابی مجلس میگن، هم بسیاری از زمامداران جمهوری اسلامی میگن ما جنگ بردیم. افتادن به جان زندانی ها همینانی گرام برای این که از مردم زهر چشم بگیرن و اون کشتار هولناک شهریور 67 رو رقم زدن که از ماها قبل برنامه ریزی کرده بودن، مرخصی ها رو لغو کرده بودن، خانواده ها رو اجازه ملاقات نمی دادن و با یک فرمان که روح الله خمینی صادر کرد کشتار سال 67 رو شروع کرد. این وحشیانه ترین و سبوعانه ترین کشتاری بود که در میهن ما انجام شد، سابقه نداشت. هزاران نفر دیگر اندیش به دست جلادان جمهوری اسلامی در دادگاه‌های یک دقیقه‌ای و با 2 سال، مسلمانی نماز می‌خونه یا 3 سال، معتقد به جمهوری اسلامی هستی یا نه، اگر نه یک دونه از این جوابای نه میتونست به قیمت جان هزاران انسان شریف تموم بشه.
و همه اینا رو از دم تیغ گذروندن. کشتاری که تا همین الان که من با شما صحبت میکنم کوچکترین خبری ازش درز نکرده، هیچ کدوم، نه آقایان اصلاحاتچیا، نه آقایان سنتگراها و نه اطرافیان خمینی و نه اون کسانی که حتی خارج از کشور آمدن سعی میکنن لیز بخورن از بغل این وقایع. هیچ، اصلا صحبت نمیکنن راجبش. مثل این که اصلا این 6,000 یا 10,000 نفر که به دست جلادان جمهوری اسلامی و به فرمان خودش خمینی سر جلاد کشته شدن، اصلا اینا ایرانی نبودن و این اتفاق اصلا در میهن ما نیفتاده. دیدید که نمونه ها شد در خاوران، جنازه ها رو همینطوری، قبرهای دست جمعی در نقاط مختلف. حالا خاوران یه سمبولی بود از این جنایت، اونم به دلیل اینکه اهالی خاوران دیده بودن تعداد بیشماری سگ‌ها شبا میان در این تکه زمین و شروع میکنن پارس کردن و خوردن یه چیزایی، بعد میان میبینن که اینا بوی انسان‌ها رو شنیدن، بوی به اصطلاح مرگ رو شنیدن و آمدن سگ‌های گرسنه. اصلا من بر سر این بره، ما آمدیم در خارج از کشور و تصمیم گرفتیم در اینجا بعد از یک دوران خفقان تاریخی هر چیزی که اتفاق میفته نقد کنیم، از دین گرفته تا حکومت ها و تا شخصیت ها. قرار نیست در اینجا اگر کسی مورد نقد قرار میگیره، حالا شدید یا عادلانه، حتی اگر غیر منصفانه، ما اینجا فضایی به وجود بیاریم که خفقان داخل رو در اینجا اعمال بکنیم. و متاسفانه من حیرت زدم، این همه وقایع تو میهن ما داره اتفاق میفته، اصلا مثل که مسئله 67 وجود نداره، مثل که مشکلات مردم میهن ما اصلا ندیده باید گرفته بشه. این همه جنایت که رژیم داره میکنه باید چشار ببندیم بذاریم رو مسائل فرعی، و اگر از کسی نقد میشه، حالا در هر درجه هست، تمام توان و کوششمونو بذاریم برای اینکه اون آدمایی که نقد کردن فحاشی کنیم بهشون. حیرت آوره. من تو همینجا بسنده میکنم، اون کسانی که باید بدونم من چی میگم متوجه خواهند شد. نه یه هفته، نه دو هفته، نه سه هفته، بلکه اینها سالیان بسیاری است که معتقدن هر کس نسبت به گذشته انتقادی داشته باید بیاد بگه من غلط کردم و هر چی شما میگید درسته تا ولش کنم. دوستان، اجازه ندیدید فضا بعد از 33 سال در خارج از کشور که همه شاهد دموکراسی بودیم، همه شاهد این وقایع هستیم که حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه در آلمان، سوسیال دموکرات ها، دموکرات های مسیحی میان مبارزه میکنن در انتخابات، بچه آرا مشخص میشه، معلوم میشه مردم به کدوم طرف تمایل دارن، دوستانه میشینن برای حل مسائل مملکتیشون تصمیم میگیرن و برای برنامه های خودشون. حداقل اینو یاد بگیریم و یادمون باشه اگر دگر اندیشی نباشه اون جامعه تبدیل به یک مرداب میشه، مرداب و یا یک مملکت کوچی. من بعد در بعضی از این برنامه هم حرفایی میزنم، حالا انتقاداتی راجع به گذشته، راجع به رژیم فعلی که همه شما شاهدید، شما نمیدونید چقدر به من فحش میدن در خارج از کشور، چقدر فحاشی های و کسانی که با رژیم جمهوری اسلامی هم مخالفن منطقه از این ور افتادن، توده‌ای، خائن، مأمور جمهوری اسلامی، کثافت، آشغال، و این از دهان کسانی برمیاد که مملکت رو ترک کردن، عده زیادشون، حالا اون بالایی ها رو میگم، آمدن بیرون و آدمی مثل بختیار رو تنها گذاشتن، ولی حالا ادعاهاشون از همه اون کسانی که در داخل ماندن و جان دادن بیشتر و بیشتره. این تأسف آوره، تأسف آوره.
دوستان اجازه بدید در فضای خارج از کشور نقد وجود داشته، نقد منصفانه، اینو قبول دارم، نقد منصفانه. اجازه بدید وقایع رو کنکاش کنید، اجازه بدید هر اتفاقی که افتاده انسان‌ها قادر باشن راجع بهش صحبت کنن، ولی نه یه طرفه، نه این طرف همه حرفاشو بزنه اون طرف همه خفه خون بگیرن و اجازه حرف نداشته باشن. این منصفانه نیست. این مملکت ما رو صدها هزار سال دیگه هم به همین وضع نگه میداره و نمیذاره ما قدم بذاریم جلو. مردک جانی به اسم محسنی اژه‌ای که سلسله مراتب جنایات خودشو طی کرده تا رسیده به مرحله دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، کسی که دستش به بسیاری از جنایات که در رژیم اتفاق افتاده آغشته به خون میهن پرستان بود، فتوا داده، شکنجه کرده، جنایت کرده و ترقی کرده، چیزی که در رژیم فعلی در ایران باید شما برای رسیدن به مراحل بالا انجام بده. حالا میتونه این آدم نقدی باشه، میتونه رحیم صفوی باشه، محسن رضایی باشه، رفسنجانی باشه، همه این جانیانی که الان در رأس رژیمن، یعنی امتحانشون از پایین دادن، جنایت کردن، آدم کشی کردن و تشخیص داده شده که اینا جزو دولت مردان، سعید مرتضوی، سعید امامی که باجبی دادن خورد ولی فضولی کرد، اینا همه این مراحل رو طی کردن تا رسیدن به نزدیکی بیت رهبری. این آقای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل آقای محسنی اژه‌ای دیروز خبر خوش داد و گفت 4 نفر از اون آدمایی که 3.5 میلیارد دلار دزدیده بودن به اعدام محکوم شدن، بعضیا به 20 سال، بعضیا به 10 سال، بعضیا به شلاق و بعضیا انفصال دائم از کار دولتی. حالا اینا کی بودن که منفصل شدن از کار دولتی؟ یکی دو تا ماموران دونپایه بانک‌ها. بله اینم قیافه نورانی آقای محسنی اژه‌ای، دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه. اما یکی نیست از این مردک بپرسه و از اون آدمای دیگه که در قوه قضاییه، در رأسش هم اون لاریجانی جانی که هیچ تخصصی راجع به قضا نداره و حالا قاضی القضات مملکت شده. این 3 برادر، 4 برادر، 5 برادری که مملکت ما رو در حال چاپیدن هستن، یکی دیگه شون همون سردار لاریجانی رئیس طویله مجلسه. یکی نیست از اینا بپرسه آیا 33.5 میلیارد دلار پولی که چاپیده شد این وسط فقط همینا بودن که آمدن تو دادگاه و حتی افشاگری هم کردن؟ چند تاشون گفتن آقا اجازه بدید به ما بگیم این دزدی ها کجا سرچشمه گرفت، ولی خفشون کردن، فردا دیگه اجازه حرف ندادن. آیا واقعا اینا تقصیرکار بودن فقط؟ نه که تقصیر ندارن، آیا اینا تقصیرکار بودن؟ یه آدمی مثل آقای مهافری نمیدونم که چیه، خسروی، که با 200,000 دلار از خارج بلند میشه میره تو مملکت و 3.5 میلیارد پول رو به جیب میزنه، اینا میگن میره از بانک ها وام میگیره، بعدن جندش در همین پرونده در اومده که ایشون حتی سوابق بد داشته در بانک ها، وثیقه هم نذاشته، وثیقه ملکی و وثیقه پول، هیچی، میلیارد میلیارد به این پول دادن. چرا؟ حالا میپرسید که چرا خود رژیم نبوده؟ بوده، اونا پشت بودن، ظاهر این مردک بوده، آمده میلیارد بدون مناقصه، بدون وثیقه بانکی، نه از شعبه داخل تهران، بلکه از کیش و از نمیدونم همدان و از مشهد و از همین شهرها، حالا
اسمشو درست میگم یا نه، ولی مالی اون کشور شهرها، به ایشون وام دادن میلیارد ها و ایشون اومده کارخونه درست کرده از این پولا به تمام اینطور که میگن نوشتن گفتن در دادگاه با همه اینی که گذاشتن ندن حرفا اینا بیرون درز نکنه، ولی گفتن، گفتن آقا ما یه قطره خودمون برداشتیم 10 قطره میدادیم اون طرف. بعد یقه دوروری های احمدی نژاد گرفتن، یقه رحیم مشایی رو گرفتن، یقه رحیمی رو گرفتن، به درستی هم گرفتن، نه که نه، اما هیچ کس یقه رهبری رو نگرفت و بیت رهبری رو. اونجا تقدس رهبر قدیسه. حالا میخونم براتون، اون بالا میلیارد میلیاردم بدوزه، کسی اجازه نداره به اون ساعت مقدس روزخانه بزرگ حرف بزنه، یا دوروریاش یا سپاهیان محترم که از مثلا 100 تا بندر دریایی 90 تاش مال همین سپاه پاسداران. احمدی نژاد گفت، گفت برادران محترم اجازه بدن این بنادر غیر قانونی بیاد تحت نظر دولت، چون آش اینقدر شور بود که آشپزم متوجه شد. بنابراین عمیانان گرامی، اینایی که تو دادگاه محکوم شدن سیاهی لشکر بودن، اصل کاری ها بیرون هم. نمونش این آقای محمد رضا خاوری، ایشون رو رد کردن، گفتن آقا برو، چون این سرمنشه پرداخت این پولا این بود، گفتن آقا برو، ردش کردن و با کمال آزادی هم ردش کردن، میگن نمیتونیم برش گردونیم. شما که میرین آقای جزایری، این کی بود پسرکی که میلیاردر شده بود و همه هم پول داده بود از جمله به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی آقای خاوری قیافه محترم ایشون و ویلایی که خریده در تورنتو، میگن ما نمیتونیم ایشون رو برگردونیم و ادعای زیادی. حالا این بدبخت ها رو اونجا گیر آوردن، یعنی بدبخت هم نیستن، اینا هم پول خوردن، اما اینا سیاهی لشکرن و رژیم همونطور که دیدید که مقام معظم روزخان بزرگ گفت این مسئله رو اینقدر کش ندین دیگه، دادگاه رسیدگی میکنه. یادتونه فاضل خداداد و برادر همین آقای خداداد خودمون حسین خداداد که در اینجا در سان فرانسیسکو، این جوانو خواستن ایران، گفتن تو بیا امضا بکن تمومه میری، از نفر سیوم ورش داشتن آوردن گشته نفر اول اعدامش کردن، بقیه رو برادر آقای رفیق دوست. عدالت اسلامی آقا امام زمان اون مملکت نگه داشته. بله آقای فاضل خدا داد کشتنش. اما یادتونه همینان گرامی، مقام معظم روزخان بزرگ اومدن گفتن که در دولت گذشته، یعنی خاتمی، اینا انقدر حقارت به خرج دادن، همه پیشنهادات غرب رو پذیرفتن. اون موقع 3 تا سانتریفوژ ما میخواستیم درست کنیم، بعد از غرب اجازه میگرفتیم، ولی حالا 11,000 سانتریفوژ داریم. و انقدر اینا آوانس دادن به غربی ها، اونا رو وقیح‌تر و وقیح‌تر کردن تا من ورود کردم به این مسئله. یادتونه آقای عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، گفته که غنی‌سازی و مقوله‌ای هستی از لحظه‌ای که کار خود را آغاز کرد که سبب مشکل ما با غرب شد تحت مدیریت مستقیم مقام رهبری بود. اینم آقای موسوی لاری، دوشنبه 9 مرداد دیروز در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشته، گفته که در زمان آقای خاتمی کمیته‌ای در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای تشکیل شد که حتی وی، یعنی خودش وزیر کشور، در آن عضویت نداشت، اما این کمیته گزارشات جلسات خود را به طور کامل به آیت الله خامنه‌ای ارائه می‌کرد و کارها با نظر رهبری انجام میشد. ببینید همینان دیگه، بلکه رهبرشون دروغ میگه. اومدن گفتن که آقا مرغ نیست. در نیشابور مردم ریختن تو خیابونها تظاهرات کردن، حالا اومدن میگن که بله نیست، ما یک کمیته تشکیل، باید برین 3 ماه برای 3 ماه
ما آمدیم آذوقه داریم جمع میکنیم، ما در حال مبارزه با استکباریم. چی میگی شما؟ مرد چیه؟ یکی از این آخونده، اون مرده که اعلم الهدا، گفته اشکنه بخورین نمیمیرین که. خوشتون اومد از این رژیم آقا امام زمان الهی؟ چرا من میگم آقا امام زمان؟ دلیل دارم، براتون دلیل دارم. اون دلایلشو الان خدمتتون عرض میکنم که ببینید چرا در مملکت ما هر اتفاقی داره میفته اینا وصف کردن به دین. عده زیادی در میهن ما هستن که اعتقادات مذهبی دارن، با اینا مخالفن. دراویش گنابادی هستن، دراویش نوربخشی هستن، نمیدونم خیلی ها هستن، مسلمانن، ولی متنفر هستن از این رژیم، نفرت دارن از این رژیم، معتقدن که اینها دین رو نابود کرده حکومتشون. خیلی از آخوندهای شرافتمند هم اصلا در برابر اینا ایستادن. خب در هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران آخوند کشی و آخوند آزاری به اندازه این رژیم اسلامی نبوده و اهانت به رهبران دینی. این دراویش گنابادی رو که من امروز سعی کردم با آقای دکتر آزمایش صحبت بکنم راجبشون، متاسفانه ایشون رو نتونستم پیدا کنم، آمدن محدور و دم اعلام کردن، یعنی حکم قتل اینا رو دارن صادر میکنن. آدمایی که معتقد به 12 امام هستن، به جای نمیدونم اینی که برن در یک جای اسم جایی که جمع میشن گذاشتن حسینیه، همه آداب دینی رو همونطوری که اینا به عمل میارن اونا هم به عمل میارن. ولی فرقشون با اینا اینه که در اونجا تبلیغ محبت و مهر و صمیمیت و برادری و برابری میشه، اما در رژیم جمهوری اسلامی خودی و نخودی و ناخودی و اینا وجود داره. و قاسم الجباری بکش، خون بریز، خون بریز. شما دیدین که در این جشنواره‌های بین‌المللی مال فیلم در ونیز، در برلین، در همه جا، در کان یا کن، همیشه فیلم‌های سرسبد ایرانی میاد. شما تا حالا دیدید از یه آدمی مثل اون مردک مسعود دهنمکی یا شورجه یا نمیدونم اون یکی اسم آشغالش هم واقعا یادم رفته، از اینا فیلمی بیاد در جشنواره‌های بین‌المللی؟ امروز آقای سجادپور معاون نمیدونم هنری وزارت ارشاد گفته چون غرب ما رو تحریم کرده ما هم این جشنواره‌ها رو تحریم میکنیم و دیگه فیلم های ایرانی رو اجازه نمیدیم برن. یعنی اینقدر اینا ابلهن، مغزای گنجشکی دارن که خیال میکنن مردم حرفای اینا رو باور میکنن. نمیگن که خب از اولم شما مخالف با این بودید که فیلم سازان به نام ما مثل جعفر پناهی، مثل خیلی از اینا بیان و فیلماشون در این مراکز نشون بدن. شما مخالف بودید چون شما فیلم مذهبی میخواستید، شما فیلم جبهه میخواستید، شما فیلمی میخواستید که از این مردک روزخان هی تعریف کنن، از مجید مجیدی و نمیدونم جعفر پناهی، از اینا که فیلم نمیخواستید. حالا یادتونه که همیهنان گرامی، این آقای سعیدی نماینده رهبر در سپاه پاسداران که جانوریست، باید بیان ببینید حرفاشو. حالا الان به حرفاش میرسیم. اما اخوی ایشون همون آدمی بود که من یادمه آمد، من فکر میکنم سامانم حرف منو میشنوه، برادر اخوی ایشون همون مردکی بود که آمد رو منبر و گفتش که آقا، یعنی مقام معظم روزخانه بزرگ، وقتی متولد شد از مادر گفت یا علی. یادتونه اونو؟ یا علی مقام معظم روش نشد،
وگرنه میگفت آقا به محض تولد اذان گفت و رب بالا منبر، یعنی رب رو خشت شروع کرد مردم رو هدایت کرد. دیگه روش نشد اینا رو بگه. خب همه هنون دیگه دیدیم. و این دروغگو، این کلاش، بعدن که گند این جریان در اومد و گفتن آقا این اراجیف چیه میگی، دیگه طوری شد که دوروری های مقام معظم روزخان بزرگم به این اعتراض کردن که آبرو بردی آقا، این حرفا چیه میزنی. اینا گفت آقا من هم شرفایی نزدم. گفت نه خیر، اینا رو بشتن درست کردن. دیدیم با ذکر جزئیات هم میگفت که چند نفر آقایون داشتن صحبت میکردن، گفتن آقایون صحبت نکنین این حرفا رو بشن. حالا حاشیه میرفت که خیلی مسئله رو داغتر بکنه. حالا اخدی ایشون حجت الاسلام و المسلمین سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همین هفته در نماز جمعه گفت ضمن بیان نکاتی درباره ظهور آقا امام زمان گفت شبیه ترین حکومت به حکومت امام زمان حکومت ولایت فقیه است که در ایران شکل گرفته. حالا من براتون میخونم. ایشون برای اینکه ثابت بکنه این آقایی که الان پیپ میکشید مقام معظم روزخان بزرگ درست انگ حکومت آقا امام زمانه، ببینید چه عراجیفی سرهم میکنه. سامان جا این عکس رو بذار باشه، من چون روش میخوام بخونم. حجت الاسلام سعیدی افزود با حاکمیت صدام بر عراق و حسنی مبارک در مصر هیچگاه زمینه ظهور آقا امام زمان فراهم نمی‌شد. و با اشاره به اینکه خاورمیانه مرکز پشتیبانی ظهور آقا امام زمان است گفت کانون بیداری‌ها نیز ایران و محور رهبر معظم انقلاب است و کشورها باید همگی زمینه پشتیبانی را فراهم کنند. نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد این آغاز کار است و آمادگی بعدی باید بین المللی باشد و سپس ملت‌های آمریکا و اروپا و همچنین بعضی از ملت‌های خاورمیانه بیدار شوند و به این صف بپیوندند، یعنی صف آقایان که طرفدار ظهور آقا امام زمانه، یعنی آمریکایی‌ها اروپایی‌ها همه دست از دین و این چیزاشون وردارن بیان تو این توفه‌ای که ایران درست کرده مقام معظم رهبری که جانشین بر حق آقا امام زمانه، بیان از او تبعیت کنن. به افسود بار اصلی زمین سازی ظهور امام زمان بر دوش رهبری و ملت ایران و یعنی ملت جمهوری اسلامی ایران است. اینجا رو گوش کنید. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز یکی از ابزارهای زمین ساز ظهور آقا امام زمان است. این یادش رفته بگه زندانبانای اوین، شکنجهگران اوین و نمیدونم آقای حسین شریعت مداری، آقای سردار نقدی، سردار، اینا همه کسانی هستن که آقا امام زمان گفته من موقعی ظهور میکنم که همه اینا دوروبر رهبری باشه. اینو یادش رفت، من یادآوری میکنم. وی تاکید کرد در زمینه آماده سازی نیروی انسانی بسیج ایفای نقش میکند. ظهور امام زمان نیاز به 100 میلیون پاسدار و بسیجی جان بر کف دارد و نقشی که امروز فرماندهی سپاه و نمایندگی ولی فقیه در سپاه دارد نیز آمادگی قبلی و زمین سازی بین المللی و منطقه است. ببینید چقدر آدم منصفیه. برای اینکه مقام خودش هم نگه داره به اون روزخان بزرگ بگه اگه من از اینجا برم کنار آقا امام زمان ظهور نمیکنه. حالا اگه آقا امام زمان ظهور کرد، همینانی گرام، من به شما قول میدم میبرن این زندان اوین، اینقدر شکنجهش میدن، بگه من مامور جمهوری اسلامی، مامور صهیونیست هستم، مامور استکبار جهانی هستم. آقای رئیس روزخانه اجازه میده امام زمان ظهور کنه، این آقا رو از اون بالا بکشه بکنه نفر دوم؟ خوشخیالیه. حالا یه جای دیگه وی افسود مقطع اول عصر حاکمیت فرعون، مقطع دوم عصر بنی عباس و مقطع سوم عصر ماست. سعیدی ادامه داد یکی از اهداف حضور آمریکا در عراق مقابله با پدیده مهدویت بود و در این خصوص یکی از روحانیون عالی قدر عراق، همون چاخانهایی که یه روحانی دیگه که مثل یکی چاخان میکرد، در جلسه که به ایران آمده بود اظهار داشت ما مشغول مبارزه بودیم که آمریکایی‌ها ما را دستگیر کردند و به زندان بردند.
در این مدت 4 نفر به چرات با ما صحبت میکردن. یک نفر کتاب یوم الخاص را میخوان، یک نفر مینوش، یک نفر سوال میکرد و یک نفر هم ناظر بود. ببینید چه زمین چینی ها کرده استکبار جهانی. حالا گوش کنید. وی تحقیق کرد. آن روحانی میگفت سوال هایی که میکردن به این صورت بود. میپرسیدن کتاب یوم الخاص را خوانده ای؟ مهدی را میشناسی؟ علمایی که به نیابت از مردم پول میگیرن چگونه پول را به مهدی میرسانن؟ در این کتاب نوشته مهدی از مکه به اینجا میآید. چگونه میآید؟ در این کتاب نوشته مهدی در کنار کعبه سخن میگوید و تمام مردم سخنان او را میشنوند. چگونه در آن زمان به این علم آگاه بودند؟ اگر مهدی را ببینی میشناسی؟ چقدر پول میگیری او را به ما معرفی کنی؟ 313 یار مهدی چه کسانی هستند؟ نام آنها را بنویس. سفیانی کیست؟ مسیح چگونه همراه او میآید؟ و بسیاری دیگر از این دست سوالها. این عالم میگفت آنها آدرس مهدی را میخواستن تا او را از بین ببرن. تو رو به خدا، ببینید اینا چی میگن آخه، ببینید اینا چی میگن. اینا حالیشون نیست همیهنان گرامی که در قرن 21 این اراجیف اینا بلافاصله مخابره میشه به سراسر دنیا و این ننگ میهن ماست، ملتی با اون سوابق تاریخی، با اون چهره های درخشان. حالا یک مش جانی، دزد، کلاش، دروغگو، دروغزن بیان حاکم بشن بر مملکتشون. اینا میگه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اینا همه میان زیر بیرق آقا رهبر انقلاب تا ظهور آقا امام زمان درستش. بعدم برای این که پولای مردم رو بیشتر تاراج کنن به مردم میگن آقا اشکنه بخورید، گوش نیست خب نیست، مرغ نیست خب نباشه. تا به حال میگفتن آقا نیست، بر میزدن روزنامه هاشون هم که آقا گوش چرا نیست، مرغ چرا نیست. حالا میگن خب به درک، اشکنه بخورید. ما در حال مبارزه با استکباری. حالا برای اینکه پولا رو بردارن غارت کنن بیشتر، مردم رو بیشتر تو فشار بذارن، میگه نیروهایی که باید آمادگی پیدا کنه تا آقا امام زمان بیاد باید 100 میلیون باشن. 100 میلیون، 100 میلیون باید جمع شن تا آقا امام زمان ظهور کنه. بعدم یه خبر دیگه بهتون بدم، رهبر مهمانی افطار میده هر ساله، یه در جمع میکنه، یه نوع خورش هم میذارن بگن که آقا یه نوع خورش میذاره، چون خانمش گفته بود یه دفعه ما دوتا خورش درست کردیم آقا عقد کرد. من گفتم آقا من کار بدی که خانم ببینید بد کردم؟ ایشون گفتن بله، من به شما گفتم دوتا خورش درست نکنیم. خانم گفتن چشم دیگه بعد از این درست نکنیم. حالا افطاری دادن، قاشق چنگال و قسمت‌های امنیتی بیت رهبری گفتن شاید یکی بزنه به کلش، با چنگال حمله کنه به مقام معظم رهبری. قاشق چنگالا رو از صحنه بردن بیرون، مردم رو وادار کردن با دست بخورن. این یه نفر برای من ایمیل زده از داخل همین آدم که دعوت داشته و گفته به من که خواهش میکنم آقای فرجی اینی بگید در برنامه‌تون، حتی عکس ها هست که اینو دارن با دست بخورن. ببینید این کسی که برای ظهور آقا امام زمان وجودش درجه یکه، نباید اینطوری با چنگال منگال با کشنش که. بله خب، سپاسگزارم همیهنان گرامی به برنامه من توجه کردید. تا برنامه آینده خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.